زد فیلیپ 3. فلسفه این دستگاه با زد فولد 3 کاملا متفاوته. زد فولد 3 یه دستگاه گوشی موبایلی که ما میتونیم بازش بکنیم، تبدیلش کنیم به یه تبلت و کارهای خیلی بیشتری رو انجام بدیم، اما این هیچ نیست تا اینکه بازش بکنیم و بعد بتونیم ازش استفاده بکنیم. هرچند که سعی شده روی این نسل صفحه نمایشی که خارج دسته قرار گرفته کاربردی تر بشه. الان صفحه نمایشش 1.9 اینچه و کلی ویجت بیشتری داره و کلی کار کردن باهاش راحت تر شده. ما خیلی راحت میتونیم بین ویجت‌های مختلف جابجا بشیم، حتی میتونیم باهاش راحت تر عکس سلفی بگیریم، دیگه خودمون رو بهتر میبینیم و خب کاربردی تر از گذشته شده. صفحه نمایش داخلی هم خب داریم میبینیم خیلی تغییر آنچنانی نداشته. 120 هرتز حاشیه‌اش یکم کوچیک‌تر شده و استفاده ازش هم به همون اندازه قبل دلچسبه. نکته‌ای که وجود داره اینه که پوشش محافظش 30% مقاوم‌تر شده، یعنی با خیلی راحت‌تر می‌تونیم از این دستگاه استفاده بکنیم و باز هم مثل زد فولد 3، یعنی مثل برادر بزرگتر خودش، کاملا هم دستگاه ضد آبه و این اتفاق خیلی خوبیه. ولی در جریان باشید، دشمن درجه اول دستگاه‌های تاشو فعلا گرد و غباره. و البته من می‌خوام یه پرانتز دیگه هم باز بکنم، وقتی که میگیم ضد آبه یعنی آب خالص، نه آب شور، نه آبی که شاید ناخالصی داشته باشه، نه کلی پارامتر دیگه. برای همین این نکته رو حتما در نظر داشته باشید. در هر صورت این پیشرفت توی فولد ها خیلی جای خوشحالی داره. این دستگاهیه که به بلوغ خودش بیشتر نزدیک شده و دستگاه کاملتری به نظر میرسه. پوشش دو رنگی که استفاده شده برای طراحی دستگاه اونو خیلی حس خوبی بهش ایجاد کرده. و البته این نکته که وجود داره اینه که با توجه به استفاده از گوریلا گلس ویکتوس الان محکم‌تر و مقاوم‌تر و با خیلی راحت‌تر می‌تونیم ازش استفاده بکنیم که مسلماً نکته خیلی مهمیه. اسنپ دراگون 888 8 گیگ رم و حافظه پایه هم از 256 گیگ شده 128 گیگ و یک اتفاق خیلی خوب، همه اینها توی یه پکیجی قرار گرفته که قیمتش 999 دلاره و این قیمت مسلماً خیلی جذاب‌تره و میتونه دستگاهو کاربرپسندتر و فراگیرتر بکنه. حتماً سوشال زومیت، سایت زومیت دنبال بکنید، چون قراره به زودی بررسی تخصصی و عمیقش رو هم متن هم ویدیو براتون منتشر بکنیم.